در سالهای پسین کشت و تولید توت زمینی در ولایت بلخ بیشتر میان کشاورزان رایج شده است. مسئولان زراعت ولایت بلخ میگویند امسال حاصلات توت زمینی در این ولایت افزایش یافته است. بانوان که در یکی از کشتزارهای توت زمینی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ سرگرم جمع‌آوری حاصلات توت زمینی اند. رئیس انجمن بانوان زارع ولسوالی دهدادی بلخ میگوید افزایش این محصول و بسته‌بندی آن در این ولسوالی زمینه کار را برای نزدیک به 50 بانو فراهم کرده است. و این انجمن در خصوص تولید، پروسس، بسته‌بندی توت زمینی فعالیت میکنه. خانم هستن که همراه ما کار میکنن، تقریبا بیش از 50 نفر خانم در اینجا مصروف کار هستن که تا از کشت گرفته تا خشاوه و جمع آوری و بسته بندی را این خود خانم ها انجام میدن. مفاد داره البته از همه کشتا که بهتر از ما گندم میکشتیم، جو میکشتیم، رومی میکشتیم، بادرنگ میکشتیم، بانجان میکشتیم، حالا همه کشتا را چی کردیم نمیکاریم، توت زمینی صرف زمین خود کشتیم. آمار ریاست زراعت بلخ نشان می‌دهد که در این ولایت برگستره بیش از 100 جریب زمین توت زمینی کشت شده است و امسال حاصلات آن افزایش را نشان می‌دهد. در ولایت بلخ نزدیک به 100 جریب زمین تحت پوشش توت زمینی قرار دارد. از جمله یک مزرعه ما خیلی بزرگ است که انجمن بانوان ولسوالی دهدادی او را مدیریت می‌کنند که بالای 15 جریب زمین اونا توت زمینی تولید میکنن و از نوع تولیدیشان هم خیلی خوب است که و حاصل خیلی خوب هم به دست میارن که از یک جریب زمین طور اوسط یک روز بعد میتونن تا 150 کیلو توت زمینی هم اونا به دست بیارن که یک کیلو توت زمینی فعلا در مارکت بالای 100 افغانی هست. کشاورزان توت زمینی در ولایت بلخ که اکثراً بانوان هستند میگویند از هر جریب زمین به گونه میانگین 150 کیلو توت زمینی به ارزش بیش از 200 هزار افغانی به دست می آورند. این کشاورزان خواستار زمینه‌سازی بازار فروش توت زمینی از سوی حکومت اند. پنج جای هم جریب زمین کشت کردیم. این تقریباً خیلی خوب حاصل گرفتیم. وقتی کشت کردیم خیلی خوب بود. خرابم نشیده بود، بازار هم خوب خرید داریم، میتونیم پیش ببریم ولی میخوایم که کمک شود تا همی خوب پیش بره. ایره که وقتی که میچینیم تقریبا ما در 5 ولایت افغانستان ایره روان میکنیم و استفاده میکنن و تصمیم داریم که بعدا همی دولت با ما کمک کنن که به کشورهای خارجیم روان کنیم. از یک جریب که ما 100 کیلو میچینیم ولی امسال 100 کیلوش و پیسه همو چیزش بالاتر میخره امسال. در حالی که حاصلات توت زمینی در این ولایت در 5 سال اخیر رشد چشمگیر داشته است و بر اساس آن بلخ پس از ایراد و کندز بیشترین تولید این میوه را در سال 1399 داشته است، اما هنوز هم نبود سبزخانه ها، سردخانه ها، دسترسی به دستگاه های پروسس و بسته‌بندی از سوی حکومت از چالش هایی است که کشاورزان از آن یاد میکنند.